ایمنی در مدارس، دلیل ضعف امکانات و ایمن نبودن مدارس ایران چیست؟ امشب شب یلداست و قاعدتاً باید موعد شادی و از خوبی‌ها گفتن باشه. اما دیشب یکی از بینندگان میگفت نه تنها خانواده‌های داغدار آتش‌سوزی در یک دبستان دخترانه در زاهدان، بلکه هیچ خانواده دیگری در اون منطقه امسال حس و حال جشن گرفتن یلدا رو ندارن. آتش‌سوزی در مدرسه حادثه‌ای است که مثل یک سریال تلخ روی دور تکرار افتاده و هر بار جون چند کودک یا معلم رو میگیره و چندین نفر دیگر رو هم تا آخر عمر با مشکلات جدی مواجه میکنه. مثلا 12 تا دختر بچه کلاس 4 ابتدایی مدرسه شیناباد که دچار سوختگی شدید شدند و 6 سال پیگیر وعده های پوچ مقامات هستند. از جمله وعده وزیر بهداشت در اسفند پارسال که گفته بود اونها رو برای ادامه درمان به خارج کشور میفرسته، اما انگار نه انگار. همین آقای وزیر بهداشت سال 93 گفته بود همه بخاری‌های نفتی از مدارس جمع شدن، اما باز بخاری نفتی در زاهدان جان 4 دانش آموز دیگر رو گرفت. همون شهری که حسن روحانی 2 سال پیش با افتخار از عملی شدن وعده گازرسانی بهش خبر داده بود. اون وقت محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش همین 2 روز پیش یادش افتاد که با بودجه فعلی حذف بخاری از مدارس 7-8 سال طول می‌کشه. یلداتون مبارک، اما اگه دلتون پیش خانواده های مونا خسروپرست، سبا عربی، یکتا میرشکار و مریم نوکندیه، تو این شب یلدایی بیاد از ایمنی مدارس حرف بزنیم و جونهای بیگناهی که هر پاییز زمستون در خطرن. دلیل ضعف امکانات و ایمن نبودن مدارس ایران چیه؟ آیا ایمن کردن مدارس بودجه قابل توجهی نیاز داره؟ از بودجه چه مصارف و مواردی میشه کم کرد و به مدارس اختصاص داد؟ اما بگم که چطور میتونید در برنامه شرکت کنید؟ راه‌های همیشگی و متنوع است، از قبیل تلفن ما 202-205-2654 با اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید، یا اگر نمیخواید زنده صحبت کنید در پیامگیر اتوماتیک ما صداتون رو ضبط کنید. اونهایی که اهل کامنت گذاشتنن به فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا برن، در توییتر روی خط میتونید به ما ریپلای بزنید، و یا اگر تلگرام دارید تنها آیدی تلگرامی صدای آمریکا که فقط و فقط سند وی او ای هست، این میتونه به شما کمک کنه که هر شب تا 9 شب فقط فایل صوتی و تصویری بفرستید. بعد از اون مثل حالا که دیگه اون فرصت تموم شده میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید یا شماره تلفن بفرستید تا اگه فرصت شد همکارانم با شما تماس بگیرن. من بهروز صمد بیگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. برنامه رو با خانم شیرین از قبرس شروع میکنیم. خانم شیرین سلام، شما فکر میکنید که آیا حذف این بخاری های غیر ایمن و حادثه آفرین از مدارس بودجه قابل توجهی میخواد که تا به حال انجام نشده و وزیر آموزش پرورش که میگه 7-8 سال دیگه هم طول میکشه؟ سلام، خسته نباشید خدمت شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، بودجه در طول سال از طریق دولت به مجلس ارائه داده میشه و 100% ما ایران یک منابع بسیار ثروتمندی داره که در مورد همه بودجه هایی که بخوان تقسیم بکنن، یعنی خیلی راحت مردم میتونن به خوبی خوشی زندگی بکنن، حالا چه برسه به آموزش و پرورش که یک وزارتیه که در اون واقعا بچه ها تعلیم و تربیت میشن. ولی نداشتن واقعا مدیریت خوب، سوء مدیریت در جمهوری اسلامی به طریق دولت باعث شده که این بودجه ها به طور کامل بخواد تقسیم نشه. یعنی در کشوری مثل ایران که گاز خودش رو به کشورهای همسایه بخواد صادر میکنه، اون وقت خیلی واقعا
باعث تأسف از این که بخواد بگی که تا 8 سال دیگه هم بخاری های نفتی در ایران وجود داره و متاسفانه این پول ها این بودجه هایی که بخواد در اختیار این وزین در اختیار بزارکونه ها قرار میگیره، اینقدر رشوه و اختلاط بین اینها به وجود میاد که دیگه بودجه نمیمونه که اینا بخواد هیچ استفاده بخورن متاسفانه. بله، به نظر شما چیکار باید کرد؟ آیا راهکاری هست که جلوی تکرار حوادث تلخ مثل این رو گرفت؟ انگار که مدام قراره تکرار بشن. ببینید 40 سال متاسفانه ما همیشه شاهد ناخوشی های زیادی بودیم در ایران. از نظر من این بحث در مورد مدارسه، ولی من پیش خودم اینجوری فکر میکنم، یعنی که تحلیل میکنم که تا زمانی که جمهوری اسلامی با این سوء مدیریتش وجود داره ما همچنان خسارت های زیادی میکنم، یعنی تاوانشو خواهیم پرداخت. ممنونم خانم شیرین. اجازه بدید بریم به شهر داغدار زاهدان و آقای محمد. آقای محمد به شما سلام میکنم. همون اول برنامه اشاره ای کردم به گفته دیروز شما که میگفتید امسال کسی در زاهدان حال حوصله شب یلدا جشن گرفتن رو نداره. بشنویم نظر شما رو. درود بر شما جناب آقای صمدی. من خودم الان سلام ببینید این بچه هایی که نگاه بکنید به این کتلای 4 ساله و 5 ساله که چقدر معصومانه سوختن. در عوض جمهوری اسلامی ایران به خاطر عراق که میاد برای یک انتخابات 250 هزار دلار پول رو میذاره، دو تا کارتون که از اینا میگیرن. شما نگاه بکنید توی سوریه، توی لبنان، توی یمن این همه هزینه میکنه، نمیتونن یه چیزی بذارن که وسیله باشه که این کسل مسئول میدونی نسوزه. والا من که دیگه دلم آتیش کرد. آقای محمدی، مسئله ای 2 سال پیش آقای روحانی خیلی با افتخار اومد گفت ما وعده خودمون رو عملی کردیم و زاهدان گازدار شده. چقدر به قرآن محمد هنوز گاز توی استان سیستان ولی کسان نیومده. شما بپرسید بین زاهد آمدن یک کپسول نمیدونم 200 لیتری گذاشتن روشنش کردن، یه 5 روز 6 روز کار کرد، هنوز که هنوز خاموشه. اون فلکه اون میدونی که بله همون فلکه کذای گاز، فلکه کذای بغل ترمینال زاهد، یعنی حتی همون هم خاموشه دیگه، چه برسه همون هم خاموشه. از کل استان سیستان ولی کسان بپرسید آقا اون فلکه گاز مشهور چه کاره، این چه وضعیتی داره؟ درسته. من موندم که این رژیم چقدر باید دروغ گفت. البته حق داره، این رژیم ساخته شده برای دروغ گفتن، چیزی دیگه نداره. سوال آخر من از شما بپرسم آقای محمد، نمیدونم چقدر اطلاع دارید از وضعیت مدارس در زاهدان و سیستان و بلوچستان. این مدرسه که دچار این حادثه شده تازه مدرسه غیر دولتی بوده، قرار بوده وضعش بهتر باشه. این مدرسه خصوصی بوده، این مدرسه بوده که شاگرداش 1,000,000 تومان و 700,000 تومان حداقل شهریه میدادن. این مدرسه خصوصی بوده، مدرسه های دولتی رو شما ببینید یک مدرسه هستش که برای این وضعیت دبیرستان و اینا دبیرستان هایی هستن که من نگاه میکنم اصلا وضعیتی نداره، هر لحظه احتمال داره اون سخفش کار روی سر دانش آموز، چه برسه که دیگه این اتفاقات سهلنگاری که رخ داره. بله، خیلی ممنونم آقای محمد که در شب یلدا از زاهدان همراه ما شدید، روایت شما رو شنیدیم. یه تنفس کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم برنامه رو با تماس های شما، چه اسکایپی چه تلفنی و همچنین فایل های صوتی و کامنت ها ادامه خواهیم داد. برنامه رو با آقای بهنام از قم ادامه بدیم. آقای بهنام سلام، روایت بیننده‌ای رو از زاهدان شنیدیم، میگفتن که وعده ها که عمل نشده هیچ، تازه این مدرسه که دچار این حادثه شده جزو مدارس خوبه
زاهدان بوده و بقیه مدارس وضعیت به مراتب خطرناکتر و بدتری دارن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ چرا چنین وضعیتی در مدارس ایران حاکمه؟ نوشید. متشکرم. بفرمایید آقای بهنام. سلام. یه موضوعی که هست توم در واقع سوالی که کرده بودید شما که در واقع چه جاهایی باید از بودجه پولا را زد و مال اینا استفاده کرد، شما حساب بکن تو هر ساله که بودجه میاد خب چرا باید هر ساله به این مؤسسات چرت و پرتی که مال اشخاص و هیچ فایده ای نه مال مردم داره، نه مال دینشون داره، نه مال زندگیشون داره، هیچ فایده ای نداره. این مؤسسات به اصطلاح مذهبی منظورتونه دیگه که بودجه فرهنگی مذهبی میگیرن؟ به اسم مذهبیه یا غیره فرقی نمی کنه. حالا شما نمیخواد مثلا فقط مذهبیش تکیه بکنی؟ نه کلا. خب نه آخه بودجه ای که میگیرن ردیف اعتباری که میگیرن میگن داریم صرف مسائل مذهبی میکنیم و به اونها بودجه میدن. نه عزیز من، این خبرانی مثلا یه جایی هست به اسم مؤسسه‌ای که مال فلان شخص، میان اونجا هیچ فایده ای هم نداره، هیچ دردی هم دوا نمیکنه. اینا رو آقا این پولایی که هست شما بیار برید اینجا، مال چی باید بعد از 40 سال؟ من خودم نه مدافع انقلابم نه موافق، حالا کار ندارم، ممکنه یه در واقع اعتقادی به شهدا هم داشته باشم، ولی چرا باید بعد از 40 سال به زاهدان؟ من خودم سال 92 سال 92 تو اردوهای جهادی شرکت کردم، رفتم لب مرز تو کجا، تو زاهدان، سیستان، بلوچستان، سراوان، حالا اسم اون روستاها یادم نمیاد، اونجاها هنوز با این همه مصیبت کفرنشینن. کار ندارم به اینکه حالا اونا اهل تسنن آدمای بسیار دوست داشتنی هم هستن، ولی لب مرز متاسفانه هنوز تو سیستان بلوچستان آدمای مظلومی هستن، کفرنشینن، هیچی نیست. شما اینا میدونید یعنی چی؟ یه درد بزرگه. حالا تو شهری مثل زاهدان، یه شهر بزرگیه، شما فرض کن این شهر گاز نداشته باشه، شما باید بشینی زار زار گریه بکنی به خاطر این مصیبت. بعد یک شخصی که در واقع نماینده سراوانه، خاک بستر من از اینجا میگم، حالا فرقی نمیکنه چه در واقع مذهب شیعه بود چه سنی، هیچ تفاوتی نمیکنه، یه احمقی مثل این. لطفا حالا از الفاظ استفاده کنید که ما بتونیم پخش کنیم در برنامه. شرمنده به خاطر اینکه اینا به کار میبرن، ولی این شخص در واقع مال نماینده یک شهری به اسم سراوان که اون شهر من رفتم، سیستان بلوچستان من رفتم، میدونم چه وضعیتی داره. من خود من شخص اینجا که تو قم میشینم، من میگم آقا در واقع پولهایی که به این مؤسساتی که به قول شما حالا فرقی نمیکنه چه مذهبی باشه چه سیاسی غیره باشه، این پولا را به جای اینکه بیارید در واقع اینجاها خرج بکنید، بیارید بدید به مظلوم و در واقع شهرهایی که اینجوری امکانات ندارن. بحث اینه که حالا یه قسمتی از صحبت منم اینه، به نظر من خب شهری مثل زاهدان، سیستان، بلوچستان همشون عزیزن، همشون به قول یار گفتنی مهمان نوازن، ولی چرا باید بعد این هم مدت این همه خرجای علکی بشه، این همه در واقع صحبتای بی خود بشه، ولی این مردم هنوز گاز نداشته باشن؟ حالا اونجا که جای خود داره، همین اطراف شهر قم هم گاز ندارن، همین اطراف در واقع مرکز ایران هم اصلا گاز ندارن. خیلی جا این مشکلات رو داره آقای بهنام، و واقعا این حوادث لاقل آتش سوزی در مدارس در نقاط مختلف ایران تکرار شده، نشون میده که این مشکل سراسری است، ولی به قول شما در سیستان و بلوچستان محرومیت ها واقعا گسترده و فراگیره. ممنونم از حضور شما آقای بهنام. ببخشید واقعا دیگه زمان طولانی شد، میخوایم فرصت به همه برسه. ادامه بدیم صحبت ها رو با خانم افسانه از مشهد. خانم افسانه سلام، شما چی فکر میکنید چرا چنین مشکلاتی وجود داره و چرا یه مسئله مثل بخاری نفتی یا چراغ نفتی در مدارس باید تازه الان اگر اقدام بکنن 8 سال طول بکشه تا کلن جمع‌آوری بشه؟ دوست بر شما و تشکر به خانواده این کودکان. ببینید این دولت فاسد، یعنی حکومت فاسد، در هر دوره انتخاباتیش برای حالا ریاست جمهوری و هرچی که بوده، به خاطری که بتونه نظر مردم بگیره، یه تعداد زیادی رو در هر وزارتخونه ها استخدام کرده، چه آموزش پرورش چه جاهای دیگه. الان بیش از 90%
بودجه که در آموزش پرورش اختصاص میدن صرف حقوق هم پرسنلش میشه. یعنی بدترین فربهترین دولت جهان رو ما داریم که با این جمعیتمون بیش از 1.5 میلیون نفر فقط استخدام رسمی هستن. حالا بمونه که اونهایی که قراردادی هستن در جاهای مختلف، حالا چه آموزش پرورش چه شهرداری، که واقعا کار اصلی هم همونا میکنن. تو همین سیستان بلوچستان معلم قراردادی 400 تومان میگیره، در صورتی که در شهر من معلم قراردادیش 1 خورده میگیره. یعنی تبعیض تا این حد هست. اگه یادتون باشه فقط هم مسئله گاز و اینا نیستش، در سیستان بلوچستان داشتیم در خبرها که یه مدرسه دیوارش خراب میشد، معلم رفت بچه‌ها رو نجات بده، خودش مرد و فرزند داشت، زن و فرزند داشت. و واقعا شما حساب کنین روز بعد کی میخواد یک دونه نون برای خانواده این معلم بذاره که خودشو فدای بچه‌ها کرده. یعنی اینا فقط مشکلشون بودجه نیست که کجا رو گاز کشی کنن یا مدرسه ها رو بیان بازسازی کنن یا مدرسه بیشتر بسازن. اینا دارن همچنان آسیباشون به این مملکت بیشتر میکنن. تو شهر خود ما خیلی از مدارسی که حالا بچه های من رفتن یا در جاهای خیلی بالا شهر مشهد بوده رو اینا گرفتن و تغییر کاربری دادن. نمیدونم برای مراسماشون، برای اینکه معلمایی که یا از مثلا مدیرای رده بالاشون به مسجد میان جای اسکان داشته باشن یا برای جشناشون، خلاصه تغییر کاربری دادن یا مثلا مدرسه های قرآنی کردن. پس اینا فقط مشکلشون این نیست که فضا ندارن، امکانات ندارن یا بودجه ندارن. اول اینکه بودجه دارن، اولویتشون این نیست. اولویتشون همون کارهای حفظ نظامشونه، حالا چه در داخل و چه در خارج کشور. و یکی این که همونی هم که آموزش پرورش داشته در گذشته، شما اگه مدارس رو بیان ببینید میبینید کمتر شده تعداد مدارس که خود آموزش پرورش داشته تا الان که بخواد بیشتر بشه. و گفتم اینا نه تنها همسانسازی حقوق هم برای این فرنگی ها نکردن، بلکه اینا اولویت رو دادن به چند تا شهر بزرگ مثل مشهد و تهران اینا، و در شهرهای کوچیک یا حاشیه نشین اینقدر کم حقوق میدن به اون معلم ها که واقعا اونا زندگیشون اداره نمیشه. بله. و حالا چی برسه اینا بخواهم مدرسه ها رو مثلا بیان کاری بکنم. متشکرم خانم افسانه. یه دوتا کامنت هم بخونیم بعد یه فایل صوتی داریم با هم خواهیم شنید. میلاد در اینستاگرام برامون نوشته وقتی عمده بودجه کشور صرف ایجاد جنگ و فتنه و بقیهش هم صرف اختلاس میشه، دیگه چیزی برای مدرسه ها و کارگران نمیمونه. وحید از شیراز هم پیشنهاد میده که بودجه حوزه علمیه 100% قطع بشه. آقای بهنام هم اشاره میکرد حالا حوزه علمیه که بماند، کلی مؤسسه به اصطلاح مذهبی و انقلابی هست که اونا بودجه میگیرن. جالبیش اینه که آقای مصباح یزدی دیروز بود اگر اشتباه نکنم، یکی از کسایی که خودش بودجه کلانی میگیره، داشته مقایسه میکرده وضعیت فعلی رو با زمان سابق، میگفتش که مثلا الان خیلی اوضاع حوزه علمی بهتر شده، 70 سال پیش آخوندی اسم محترمانه گدایی بوده ولی الان دیگه اینجوری نیست. یه فایل صوتی با هم بشنویم. ایران کشوری است که پولهایی را که حق مردم است و باید برای آسایش زندگی مردم صرف شود، صرف کشورهای دیگر، آن هم به منظور جنگ و خونریزی می‌کند. وقتی سران مملکت با وقاحت به مردم اعلام می‌کنند سلاحایی که در سوریه و عراق و لبنان ارسال می‌شود از ایران است و کسی حق اعتراض ندارد، نتیجه‌اش این می‌شود که مدارس ما حتی از ابتدایی‌ترین امکانات محروم می‌شوند و کودکان عزیزمان در آتش می‌سوزند. از مسئولینی که فرزندانشان در بهترین مدارس، آن هم نه در ایران که در کشورهای مدرن تحصیل می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت که این مسائل را درک کنند؟ قطعا اگر از بودجه هایی که خرج کشورهای دیگر می شود و یا صرف آقازاده ها برای بهترین زندگی در کشورهای غربی می شود کم کنیم، می توان بهترین مدارس را با بالاترین امکانات حتی در دور افتاده ترین نقاط ایران ساخت. مدارسی که دیگر هیچ کودکی در آن نسوزد و یا بر سرش آوار نشود. و تا زمانی که این بودجه ها در جایی که باید خرج شود نشود، اوضاع همین است و این اتفاق آخرین اتفاقی نیست که در مدارس می افتد. با آقای آرمان از ایتالیا میخوایم صحبت کنیم که از طریق اسکایپ تماس گرفتن. آقای آرمان سلام، شما چی فکر میکنید چرا این مشکل وجود داره و چرا اینقدر سخت و بغرنج شده حل کردنش؟ خب من سلام میکنم خدمت تمام همکاران عزیز شما و بینندگان محترمتون. من خیلی سریع عرض بکنم، ببینید از نظر بنده یه عمد مسلمی توی کار هست، این که شما میبینید متاسفانه و باعث شرمساری حداقل خود بنده به عنوان یک ایرانیه که در پا
پایان سال 2018 میلادی ما هنوز بخاری نفتی تو مدارس ایران داریم و هنوز بچه‌های ما دارن میسوزن. این اصلا غیر قابل تصور و فهم برای من. منی که توی ایران تقریبا 21 دو سال آموزش دیدم به این نتیجه رسیدم یکی از خطرناکترین جاها برای بچه‌های ایرانی همین مدرسه هاست. چرا؟ یا بهشون تجاوز میشه یا میرن میسوزن اونجا. یه وضع افتضاحی. حالا دلیل اینکه این امر تو کاره از نظر من اینه. شما ببینید اگر ما قرار باشه یه مدرسه توی ایران بسازیم، کاری ندارم که جاهای مرغوب ممکنه خب زمینش خیلی گرون باشه، ولی ایران خیلی جاهای کور و آبادی داره که زمینش هم مفته و اونجا نیاز به مدرسه داره. حالا اگر از قیمت زمین بگذریم، ساخت هر مدرسه من فکر نمی کنم بیش از 1.5 میلیارد تومان با همراه تجهیزش با امکانات آموزشی نوین هزینه ببره. 1000 تا مدرسه بخوام بسازن میشه 1500 میلیارد تومان. این در حالیه که توی ایران امروز ما میبینیم که 7-8 برابر این مبلغ 1500 میلیارد تومان 6-7-8-9 دفعه اختلاس شده. خب این حتی اینو توجیه میکنه که اصلا شما تحریمی، آقا پولتو میخوای بدی جنگ نیابتی کنی یه جا، میخوای بدی نمیدونم غزه، لبنان، فلسطین، خودت میبری. اوکی، من که الان نمیتونم بگم نبر. حتی با این وضعیت مملکتم این کارو میشه کرد و وقتی که نمیکنن خب این مشخصه یه عمدی تو کاره. ممنونم آقای آرمان که از ایتالیا با ما بودید. از ایتالیا بریم به ترکیه. آقای علی همراه ما هستند. آقای علی سلام، نظر شما رو بشنویم. تا اینجا نظرات عمدتاً برای این بود که میگفتن پول هست ولی یا جای دیگه خرج میکنن یا اصلا نمیخوان برای ایمنسازی مدارس خرج بکنن. شما چی فکر میکنید؟ با درود به شما، میگه وطن امروز اسیر دو ستم بی وطن است، انهدام وطن از نکبت این چندن است. عرضم به حضور شما، میگه تو اگر در دقیقت مردم شام و یمن است، من به دلم پیش غریبی است که نامش وطن است. ببینید دوستان من، من با زاهدان چند بار بهتون گفتم آشنایی نزدیکی دارم به سیستان بلوچستان. این خیابون طالقانی و خیابون شریعتی بالای شهر زاهدانه. چند صد متر اون طرفتر اگر بریم میری شیرآباد زاهدان. من وقتی تو انشابات آب و اتفاقات آب کار میکردم، تو اون شیرآباد زاهدان یه لوله دو وقتی میترکید دزمستون، یک هفته بیل مکانیکی ما با اونجا کار میکرد، خونه به خونه تا میتونستن جلوی آب اگر بگیرن. ببینید اگر اون مدارس رو نگاه کنید چی میگی؟ تازه زاهدان مرکز استان قربان، بلوچستان از خاش به اون طرفه. برین سمت بنپشت، برین روستاهای چاهان، برین سمت کلات، ببینید مردم آب آجامیدنی ندارن. جایی رو که یک خود آب جمع شده همونجا حیوان رو میشورن، همونجا سگ رو آب میخوره، همونجا انسان آب میخوره. توالت و دستشویی ندارن. ببینید این حکومت مستضعفینه. آقای صمد خان، دوست عزیز من که میری در آلمان تبلیغات میکنی، خواهشن به عنوان یک انسان بیا اینا رو بررسی کن. امسال شب یلدای ما تلخ شده به خاطر اینکه 4 تا فرشته در آتش سوختن. متشکرم از شما آقای علی. باز من سری به کامنت ها بزنم بعد یه فایل صوتی براتون پخش میکنیم. کامنت های زیادی به دستمون رسیده، میگم عمدتا مباحث به هم نزدیک هستند. مثلا بیننده برای ما نوشته که هم باید کلن مسائل و مقررات ایمنی در مدارس رعایت بشه که اون خب در سطح ادارات آموزش پرورش در سطح خود مدیران مدارس و ناظران هست. بعد هم پیشنهاد داده، گفته این بودجه هایی که صرف جنگجوهای فلسطینی و لبنانی و یمنی و اینها میکنید یا از هزینه های بالایی که ساخت مراقد مختلف میکنید، مراقد های مختلف میکنید، اونها رو میتونید برای مدارس خرج کنید. عمده توصیه ها همین بوده که گفتن به جای اینکه صرف اینجور مسائل بکنید، اینو صرف دانش آموزان ایرانی در مدارس بکنید. بریم یه فایل صوتی بشنویم دیگه به نیمه برنامه هم رسیدیم. حتی اگه این آقایون دست از مخارجشون در یمن، عراق، سوریه و لبنان و صرف مسلمان کردن مردم با کنافاسه و سودان و
جاهای دیگه آفریقا و سراسر دنیا بردارن، باز هم این بودجه اختصاص به اختلاس بیشتر آقایون خواهد شد، چون که اینا کوچکترین اعتقادی و کوچکترین برنامه برای تعلیم و تربیت و آگاهسازی مردم ندارن و بیشتر صرف گنبدهای طلا برای امامزادهای تازه کشف شده و همطور مدارس بسیار مجلل فیضیه و سایر نقاط دیگه میشه. آقای محسن از قم همراه ما هستند. آقای محسن سلام، بشنویم نظر شما رو درباره این حوادث تلخی که هر از چندگاهی تکرار میشه در مدارس ایران. من هم جناب صمد بیگی، حضور شما و همکاراتون و همچنین همه ملت ایران، بینندگان شما سلام میکنم. بعد تبریک شب یلدام و اجازه بدید حضور همه هموطنان عرض کنم و تسلیت این فاجعه دلخراش رو در استان سیستان و بلوچستان. از اونجایی که من خودم در به اصطلاح شهر زاهدان تدریسی داشتم و حتی به زابل رفتم، زمینی البته پرواز تا خود شهر زاهدان، از زاهدان تا زابل زمینی، با افتخار کلاسایی رو، کلاسای البته پیش دانشگاهی و در رشته فیزیک با افتخار اداره می کردم. از زمینه آقای صمد بیگی عزیز، ببین دوستان، ما آقای عبدالصمد در آلمان بشنوند دومین رتبه گاز رو از ذخایر در دنیا داریم. آیا حق هست که با توجه به اینکه رتبه دوم در دنیا هستیم و 40 سال از این حکومت میگذره هنوزم بیگاز باشی؟ مناطقی از محروم کشور ما باشه؟ آیا شمایی که در آلمانید و من شک ندارم بعد از هر وعده غذا بادگیرو میزنید، راحت تونستید بدون رضایت بنده نوعی اونجا بودجه رو اختصاص بده خودتون؟ آیا اونجایی که گاز نداره یک مرکز آموزشی اینچنانی داره؟ نداره، قطعا نداره. چطور دلت میاد توجیه کنی این مرگ دلخراش عزیزانمون رو، اونم در جایی که زیر این همه ذخایر گاز خوابیده؟ 40 سال کمه؟ آجان تو رو خدا به خودتون رحم کنید و اینقدر یک طرفه قضاوت نکنید و اینقدر نشینید وعده موجه بودن از اینکه بودجه ملت رو به خودتون اختصاص میدید. من عرضم اینه، جامعت الزهرا، ببخشید، جامعت المصطفی با بودجه کلان که آیه مصباح یزدی سرآمد و مبصرش هست، آیا اون بودجه رو خود تقلیل بدیم؟ این مدارس گازدار نمیشه؟ حالا بگذاریم از این که از فضای نفت بجز اون ابعاد کلاس، آمار کلاس ضعف داره، فضا آموزشی نیست. در منطقه سه تهران که گل منطقه هست، ببینید جایی که من، البته من الان بازنشسته هستم استاد، ممنون میشم پایان بندی صحبتتون رو بشنوم. من میگم مسئولین مدیریت کنن، یه خورده کاهش بدن این به اصطلاح بودجه های کاذب رو، در عوض چراغی که مسجد حرام است به در واقع به چی میگن، به چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، خانه رواست به مسجد حرام است. ممنونم آقای محسن که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید نظر آقای بیات از تهران رو هم بشنویم. آقای بیات سلام، شما چی فکر میکنید؟ الو، بفرمایید آقای بیات. آقای بیات الو جانم، بفرمایید. سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما، عواملتون
و تسلیت میگم این مرگ این بچه ها رو. آقا این نه همه سوء مدیریت اگه حتی به خود پول خیره، همین خیره که کمک میکنن بدن به این مدارس، به آموزش پرورش، واقعا دیگه یه اتفاقات نمیفته. خیلی متاسف شدیم و انشالله که دیگه هم اتفاق نیفته. اما خب اینا میخوان هر چی گرم کردن بریزن تو جیبشون، به لبنان چی بدن، به سوریه چی بدن، به اون چی بدن، باید به اونا رسیدگی کنن که بدبختی اینجا یه همچین حادثه‌ای براشون پیش بیاد. دیگه ملت هم اصلا دیگه اصلا اهمیت نمیده. خدای نکرده این مال فرده پس فرده واسه بچه دیگری میفته، بابا بلند شید یه ذره به خودتون بیان، یه ذره تکون بدین به خودتون، بگی آخه بی وجود بی شرف خود، یه ذره به مردم رسیدگی کنین. آخه این نمیشه، بعض مملکت نمیشه که. ممنونم آقای بیات، متشکرم آقای بیات، عصبانیت شما و خیلی های دیگر رو هم درک میکنم، ولی لطفاً از الفاظ مناسب تری استفاده کنید. این دفعه میخواییم بریم به سبزوار. آقای امید همراه ما هستن. آقای امید سلام، نظر شما رو بشنویم. واقعا بودجه خیلی زیادی لازمه که این مدارس از این وضعیت در بیان و دیگه شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم؟ با سلام آقای بیات، شبتون بخیر. متشکرم، بفرمایید. نصیحت رو عرض میکنم خدمت مردم زادان، همه مردم ایران، این زایه اسفناک رو. بعد طبق فرمایش شما گفتین که وزیر آموزش پرورش گفته 8 سال دیگه، من قول میدم که این بخاری ها جمع بشه، همه گازسوز بشه، درسته؟ بله، گفتن با این بودجه 8 سال طول میکشه که این کار رو بکنه. من همین الان به شما قول میدم اینا تا 80 سال دیگه هم نمیتونن این کار انجام بدن. چرا نمیتونن؟ نمیخوان یا نمیتونن؟ اگه بخوان انجام بدن دزدی کنه؟ چجوری دزدی کنن؟ باید انجام، باید بگن 8 سال دیگه که 8 سال راحت بتونن بدزدن، بتونن به بهانه های مختلف. اگه این حادثه ها پیش نیاد بودجه از کجا بگیرن؟ باید این حادثه ها پیش بیاد که بتونن به خاطر همین حادثه باز یه بودجه بگیرن. وقتی به راحتی میان از صندوق صدقه، از صندوق کمیته امداد که مردم 100 تومن 200 تا تومن 100 تا تومن از گلی زن و بچه خودشون تو این اوضاع میزنن، کمک میکنن که به 4 تا محروم تر از خودشون، به 4 تا مستحق تر از خودشون کمک کنن تو این اوضاع بد اقتصادی، میان اختلاس میکنن، از به صندوق کمیته امداد هم رحم نمیکنن. شما انتظار داری به بخاری نفتی مدارس رحم کنن، به بودجه آموزش پرورش رحم کنن؟ الان جدیدن نمیدونم روی دیوارا تو شهر ما چند جا هست دیدم، من روی دیوارای دیوار نویسی جدید میکنن نوشتن که آمریکا با توپ و تانک به جنگ ما نمیآید، با قلم و دانش می آید، پس آموزش و پرورش رو جدی بگیریم. خب چجوری جدی بگیریم؟ اینجوری؟ اون آقای عبدالصمد دوست دارم بیاد روی خط بگه این بچه ها هم حتما کافر بودن، آره؟ یا ما کافریم کلن که داریم بلا سرمون میاد؟ من خودم هم دو تا بچه دارم، دو تا دختر کوچیک دارم، به خود هر روز میره از موقع این اتفاق افتاده، هر روز دارم میرم مدرسه با قول و ولا، با ترس دارم اینا رو میفرستم. یعنی میدونم همه همین ترس رو دارن تو دلشون، الان دیوار میرزه، الان بخاری میسوزه، الان سرویسشون مشکل پیدا میکنه. تمام این ترس ها باید تو وجودمون باشه تو این آموزش و پرورش نابسامان این مملکت. متشکرم آقای امید که از سبزوار همراه ما بودید. بریم یه فایل صوتی دیگه بشنویم. تعداد تماس هم زیاده، من تمام سعیام میکنم که فرصت به شما برسه. البته آره، بهتر این که بریم تلفن ها رو ادامه بدیم حالا که فرصت هست. آره، این بار با آقای آرش از گیلان صحبت میکنیم. آقای آرش سلام، نظر شما رو بشنویم. الو، بفرمایید آقای آرش. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم. ما به خاطر همدردی با بازماندگان زاهدان، بچه‌هایی که سوخته شدن، شب یلدایی نداریم. ناگفته نباشه که انگوری رو در دبی ریختیم و بعد از 45 روز امروز به یاد این بازماندگان خوردیم و یادشون گرامی باد. همونطوری که غربی ها و زمان کارتر آمریکا شاه ما رو، شاهی که به فکر مردماش بود و تغذیه رایگان میداد به بچه‌هاش،
و ما از اون تغذیه رایگان استفاده میکردیم. روح شاهنشاه آریامهر شاد باشه و امیدوار مثل همون روزهای گذشته ما به همون دوران برگردیم و اون مردمانی که باعث شدن که این انقلاب صورت بگیره و ما باعث گرفتاری هایی باشیم که الان هستیم، این از این دوران گذر کنیم و یک رفراندومی دوباره باشه، همونطوری که گفتن جمهوری اسلامی آری، دوباره مردم همون رفراندوم رو تکرار کنن، ببینن آیا با جمهوری اسلامی هستن یا خیر. همین و متشکرم آقای آرش از گیلان که در برنامه ما حضور پیدا کردید. با آقای ناصر از تهران صحبت کنیم. آقای ناصر سلام، نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که چرا این بودجه فراهم نمیشه که مدارس ایمنسازی بشن؟ آقا بهریزان سلام عرض کردم خدمت سلام. شما عرض کنم خدمت شما اولا که با عرض تسلیت به خانواده های داغ دیده این بچه های جان باخته، من میخواستم عرض کنم که همه بچه های دنیا برای خانواده خودشون عزیز هستن، اما باید بگم که اگر این اتفاق برای بچه های فلسطین یا لبنان میفتاد، آیا این رژیم آخوندی ننگین و سرپاچ بی‌تفاوت میشد؟ اینها هیچ وقت برای ایرانی دلسوز نبودن و نخواهند، مردم باید خودشون ببینن. مگر بچه های شیناباد نبود چی کار کردن براشون؟ برای ایرانی این رژیم قدمی بر نمیزده. دارو در ایران نیست، اگر باشه قیمت نجومیه، اما برای یک هفته اربعین 200 تن دارو فرستادن به عراق. شاید این دارو برای چند سال ایران کافی بود، اما ایرانی ها از این رژیم سفاک نباید انتظار رحم و یا خدمات داشته باشیم. ما به ایرانی ها فقط به فقط باید فکر یک قیام، یک پارچه مثل جشن فوتبال که مردم انجام دادن باشیم. اگر یک هفته این کار را انجام بدیم، یعنی قیام یک پارچه 70 میلیونی داشته باشیم، کار رژیم تمام بشه. بله حالا میگم اون مسائل تمام بشه. آخه ببینید، ما داریم راجع به ایمن سازی مدارس صحبت میکنیم، شما دارید راهکار میدید برای اینکه برای ایمن سازی، برای سوخته ها، برای زلزله زده ها، برای سیل زدگان، برای اسید پاشی شده، هیچ کاری نکردن تا چه رسه به ایمن سازی مدارس. ببین فقط اینها کجا رو ایمن میسازه؟ مؤسسات آخوندی. به امید روزی که همه این مؤسسات آخوندی بسته بشه و آخوندی در جامعه مثل عبدالصمد کافر نباشه و ما دوباره به کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک برگردیم. متشکرم آقای ناصر که همراه ما بودید. آقای علی از شیراز به شما هم سلام میکنم، نظر شما رو بشنویم. واقعا خیلی سخته که مدارس از حداقل های ایمنی برخوردار باشن که این اتفاقاتشون نیفته. آقای علی از شیراز سلام علیکم. سلام بفرمایید. خسته نباشیم، ببخشید من تسلیت میگم این اتفاق، امیدوارم که برای آخرین بار باشه. من تسلیت میگم خدمت مردم بزرگ ایران، امیدوارم که این آخرین اتفاقی باشه که بله. ما هم امیدواریم. بشنویم نظر شما رو. خواهش میکنم. بنده خودم دبیر هستم بازنشسته. اون چند روز پیش یکی از دانش آموزام دیدم که اون موقع صبح پاشون خیس بود، باید سختی و بدبختی میمدن مدرسه، تا یک ساعت دور بخاری جمع میشدن، تا گرمشون میشد بعد میتونستن مثلا این دانش آموز عادی باشن، که میگفت هنوز تو خونه اونو گازکشی نشده. او آقایی هم که گفت مشعلی گذاشتن زاهدان راست میگه، تو فیروزآباد استان فارس هم یه همچی کاری کردن که بگن ما گاز رو کشیدیم. ولی به نظر ما اینا نمیخوان اصلا این مسائل حل بشه، به نظر من و من ثابت میکنم. تو همین الانی که میگن بودجه نیست، من سراغ دارم یه ماه پیش دو ماه پیش که مردم این همه تو عذابن، تو همه مشکلات دارن، افرادی رو از شرکت نفت بورسیه میدن برای تفریح برن ترکیه با خانواده. من اسمشون هم میتونم ببرم حالا از اینا که بگذاریم. شما چون گفتید دبیر بازنشسته هستید، فرهنگ بازنشسته هستید و در استان فارس هم خدمت میکردید، اونجا هم یه حادثه مشابه چند سال پیش اتفاق افتاده بود. اوضاع مدارس اونجا چه به چه شکله؟ آیا امکان تکرار این حوادث تلخ وجود داره یا نه؟ شما اگه اطلاع داشته باشید شهرستان ها رو به مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 20 و اینا تقسیم میکنن. بله. من قسمت جنوبی شیراز بودم، حتی خیلی از دبیرا میرفتم بالای شهر و
به خاطر که کلاس تقویتی بذارن، ولی من نمیرفتم چون دوست میداشتم. اون را مدرسه با کمک مردم میچرخید، ولی من حتی یادم یه بار توسطی که از نمایندگان رفتن مجلس، چند آقای کروبی که الان مثلا شده یک خودش یه مسئله و مثلا ادعا کاره که تحت تحریمه، ما بهش گفتیم آقای کروبی، اون نماینده مجلس ما منو برد پلو، آقای کروبی با سن فل دیگه بودیم، گفتیم که آقای کروبی وضع مدرسه جور فلان بیسانه، حتی گذشته از این مسائل، مثلا اومده بودن تمام رساله رو آورده بودن تو کتاب دینی، بعد مثلا درس دینی چون مثلا معلم تخصصیش مثلا کمتر بود میمدن تقسیم میکردن بین معلم ها. درسته. حالا این بحث مفاد کتاب درسی رو، این خودش موضوع جذاب گسترده ای هستش که رو برنامه نیست اصلا. بله. میان نمیخوان مسئله رو حل کنن. متوجه شدم، خیلی متوجه شدم، ممنونم از حضور شما در برنامه و اینکه تجربیات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. هنوز وقت هست برای تماس با شما. آقای سهراب از تهران میخوایم صحبت کنیم، از طریق اسکایپ با ما تماس گرفتن. آقای سهراب سلام، نظرات رو تا اینجا شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ من بگی خسته نباشید خدمت شما. آقای رحیمی معروف ما از ترکیه هستن. آقای رحیمی ببخشید من یک لحظه اشتباه کردم، به شما سلام میکنم، نظر شما رو میشنویم. سلام قربان، خسته نباشید خدمت شما و همه بیننده های عزیز، عرض ادب و به تمام خانواده های عزیزی که در این سانحه عزیزان خودشون رو از دست دادن تسلیه درز میکنم. جناب سمت بگی، اینها از روز اول به این مملکت به چشم یک غنیمت نگاه کردن، یعنی اصلا به دنبال این نبودن که به دنبال رفاه مردم باشن از همه نظر، فقط به دنبال این بودن که منابع این مملکت رو به غارت ببرن، بین خودشون هم تقسیم کردن. بیت رهبری جدا میبره، سپاه جدا میبره، دولت جدا میبره، وگرنه الان در همین ترکیه که داره گاز از ایران میگیره، در تمام مدرسه هاش بخاریای گازی هستش و همه دارن استفاده میکنن به نحو احسن، و هر دانش آموزی هم که رتبه بالا داشته باشه بهش ماهی 200 لیر پول میدن. چطوریه که یک نفر که عضو حزب الله است توی لبنان باید دو برابر یک کارمند ایرانی پول داشته باشه؟ به چه حسابی با؟ به چه کتابی؟ پول کیه این؟ اگر همه اینا رو سر جمع شما بکنی، پروندهش میخوره به بیت رهبری. بانی مسئول تمام این بدبختی ها شخص خامنه‌ایه. پلاسکو چرا آتیش گرفت؟ رو سر دختر مردم چرا اسید پاشیدن؟ آقای سعید طوسی چرا به بچه ها تجاوز کرد؟ همه اینها همش در قلمرو و بیت رهبری اتفاق افتاده و مقصر خود خامنه‌ای. ممنونم آقای رحیمی که از ترکیه در برنامه شرکت کردید. آقای اسماعیل از تهران همراه ما هستن. آقای اسماعیل سلام، نظر شما رو بشنوید. برخی از بینندگان میگن که این پولها پولای زیادی نیست، میشه خرجش کرد اما جای دیگه خرج میشه، شما چی فکر میکنید؟ آقای اسماعیل لطف میکنید صدای تلویزیون رو قطع کنید، از طریق تلفن با هم صحبت میکنیم. با سلام، خسته نباشید. بفرمایید. حالت خوبه؟ ممنونم، بفرمایید. خیلی ممنون. با قرض از مزاحمت، نه مسئولان خود مسئول اون شهر این کار رو انجام نمیدن به نظر من. مسئول اون شهر یا اون پولا رو خودشون، مسئول اون شهر من میگم، بودجه میدن به شهرستان ها. خوشبانی؟
خب مسئول اون شهر رو کی میذاره اونجا؟ مسئول بالاترش میذاره، اون مسئول بالاتر وزیر میذاره. میذاره، قبول دارم من اینا رو، ولی همون مسئول اونجا از پایین دزدی میکنن تا اون بالا. این یکی دیگه هم که بعضیا میگن نمیدونم گاز نمیرسونن نمیدن، والا اونجوری هم نیست خدا شاهده. الان من خودم بچه خلخالم، یکی از روستاهای خلخال که 10 تا خونه واره 10 تا تا اونجا گاز کشیدن آوردن. حالا اینکه برای خلخال زحمت کشیدن گاز کشیدن دستشون هم درد نکنه، ولی این به این معنا نیستش که تو سیستان بلوچستان هم همه گازدار شدن، که راجع به سیستان بلوچستان داشتن صحبت میکردن. حالا من سیستان بلوچستان هم برای شما میگم. اول هم عرض کردم براتون، مسئول همون شهر بیورده است به نظر من، که نمیتونه برای همون شهر، برای همون مدرسه، برای همون مدارس نمیتونه گاز بکشه. شما میگید که مسئولان محلی در واقع؟ بله، من مسئول محلی، مسئول محل اون شهر من بیورده تر آدم میدونم. خب مثلا پس یعنی هر مشکلی هست به مسئول اون منطقه برمیگرده. من مسئول محل رو میدونم، برای که اینا بودجه رو میدن اونا میخورن اونا نمیدن. حالا من یه سوال میتونم از شما بکنم؟ جان نفهمیدم. میگم یه سوال میتونم از شما بکنم راجع موضوع برنامه است؟ بله بفهمید. همون موضوع برنامه است. شما جایی نباشید میتونستین انجام بدین؟ جای کی باشم؟ چون همون سردان داران من از دروازه تا الان رأی دادم، نه سربازه رفتم برای اینا. البته خب میگم اینجا من در جایگاه پاسخگویی نیستم، اینجا قراره که بینندگان محترم صحبت کنم، در جایگاه اونا هم نیستم، اما انقدری میفهمم تو این سالهایی که کارم روزنامه نگاری بوده که خیلی خیلی بهتر از این میشه امور رو اداره کرد، لااقل جلوی این همه فساد رو گرفت. واقعا به همون روستایی که ما اونجا هستیم یه روستای دیگه این ورتر ما هست، به وقتی وقتتونو میگیرم، اون موقع که ما به اونجا درس میخوندیم مثلا با یه لاندیور 12 نفر میمدن اونجا درس میزدن میرفتن، درسته؟ حالا هر کدوم یه پرشیا دارم، هر کدوم یه پرشیا دارم. بله، به هر حال به قول شما فساد که یه شبه متولد نمیشه، از همون مقامات محلی و منطقه‌ای ممکنه گرفتار فساد باشن تا بالاترینشون. ممنونم از شما. با خانم زهرا از ورامین صحبت کنیم. خانم زهرا سلام، نظر شما رو بشنویم. خانم زهرا من بفرمایید. سلام آقای سلام از بنده است، بفرمایید. ما تصمیه درز میکنیم به خانواده هایی که این بچه ها در زایدان واقعا از بین رفتن، مشارک قمشون. امشب شب 40 است ولی ما 40 نداریم و هم درزی میکنیم با این خانواده ها. میخوام بگم این حرف هایی که شما میگید چرا اینایی انجام میدن، چراشون الان من چرای شما رو جواب میدم. آقای بگی چرای شما اینه که دزدی های اینا نمیذارن به این ملت برسن، دزدی های دولت آقای روحانی نمیذاره به این مردم برسن. اینا انقدر دزدی میکنن، انقدر مال ملت رو بردن، انقدر خوردن برای ملت ما، چرا باید مردم زاهدان الان گاز نداشته باشن که بخواد چراغ نفتی بذارن که این بچه ها اینطوری از این بسوزن و برن؟ چرا این رژیم باید با ملت ما اینطوری بکنن؟ اینا یه دولت بی‌کفایت هن، اینا کفایت ندارن، مسئولیت حالیشون نیست، فقط جواشون رو پر کنن. این همه دزدی هایی که میشه، این همه مال مردم رو میبرن، این همه ملت ما دارن گرسنگی بدبختی سختی میکشن. آقای صمد بگی پس ما باید چیکار کنیم؟ حرفمونو به کی بریم بزنیم؟ به کی دردمونو بگیم؟ آقای بگی متوجهم خانم زهرا، مشکلات زیاده. امیدوارم که لااقل همین برنامه یه فرصتی باشه که هر موقع به مشکلات مختلف پرداختیم در حد شاید درد دل تسلا و تسکین بخش باشه، شاید هم بیشتر تاثیر بذاره، نمیدونم. ممنونم از شما. ارتباطمون با آقای سهراب از تهران دوباره برقرار شد. آقای سهراب سلام، وقت کم، ممنون میشم، خلاصه بفرمایید نظرتون رو. سلام، وقتتون بخیر، خواهش میکنم. من از خدمتتون همین دوستمون که دو تا نفر قبل از این خانم بودن فرمودن
اومدن به یه روستای 10 نفره توی خلخال گاز دادن، بعد یه شهر به اون جمعیت رو نتونستن گاز بدن. معلوم به این همه چی مغرضانه است، معلومه پشت قضیه چیه. من توی هین یه آمار در آوردم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که آقای مصباح مسئولشه 28 میلیارد تومان امسال بودجه گرفته. دفتر نشر آثار امام خمینی که اصلا دیگه آثارش تموم شده مگه هنوز داره مینویسه، 57 میلیارد تومان توی سال 93 بودجه گرفته. خب اینا معلومه دیگه، این بیان یه بودجه فوق العاده تخصیص بدن اصلا برای این قضیه، یعنی انقدر سخته براشون. الان مثلا اون آقای نماینده سروان رفته به جای اینکه کار مردمش رو حل کنه، پاشو رفته اونجا کار آقای حاجب که وارد کننده خودرو اونو حل کنه. نمیاد به کار مردم خودش برسه. اکاش فقط خودش درگیر اون شده بود، کل مجلس الان درگیر اینن که کی فیلم گرفته، کی اول فوش داده، کی دوم فوش داده. همون دقیقه یه جلسه غیر علنی برگزار کردن فقط برای اینکه این دوبینه اصلا حالا پرتغال فروش رو برای خودشون پیدا کنن دیگه. انقدر جون 4 تا کودک ارزش نداشته یه جلسه غیر علنی؟ غیر علنی کاری نداره، انقدر بی ارزش بوده اصلا اون رو کاری نداشتن، اومدن یه جلسه قرار فقط برای توهین به اون آقایی که خودش توهین کرده برگزار کرده. بله. آقا من خلاصه مطلب این که ما نه امنیت فکری داریم تو مدرسه هامون، نه امنیت جسمی داریم، نه امنیت روانی. امنیت جسمی هم که داشته باشیم، مدرسه خوب باشه، خوراکای ذهنی که به بچه‌ها میدن به زور معلم پرورشی، به زور معلم قرآن، این چیزایی که تو فکر بچه‌ها مردم می‌کنن، شستشوهای ذهنی که میدن، این امنیت فقط امنیت جسمی نیست. جسمی که جسمی داره فکری نداره، یکی فکری داره جسمی نداره، یعنی متوجه شدیم. ممنونم آقای سهراب از حضورتون. آقای اکبر از تهران به شما سلام میکنم، وقت واقعا کم، ممنون میشم خلاصه نظرتون رو بفرمایید. آقای اکبر صدای تلویزیون رو قطع کنید، با تلفن صحبت کنید. آقای اکبر چیز آقای زمدگی خوبی این خسته نبود. ممنونم، بفرمایید. آقای سمد بیگی من خیلی پشت خط بایستادم، باید اینقدر بهت بگم که آقا جان اینا اصلا آدم ها ببخشید نمیتونیم ما این الفاظ رو در برنامه استفاده بکنیم. یه تماس دیگه اگر خیلی کوتاه صحبت بکنن، آقای محمد از ایران، خیلی وقت کمه. الو، بفرمایید آقای محمد. سلام میکنم به شما. با عرض سلام و تسلیم. صدای تلویزیون رو قطع کنید، با تلفن صحبت کنید. با عرض سلام و تسلیت. بعد من یک کلمه میگم که حاک تو سر ما ملت، که جای تظاهرات میریم مرگ بر سرمایه دار بگیم، میگی مرگ بر کارگر. این یکی. اونو البته به مسخره دارن میگن، اونو واقعا نمیگن. میدونم اینه، ما اینقدر بدبختیم که یه پیرمرد نفتتان مرجانیه، آبتان مرجانیه، لکن هم دین و هم دنیا رو به شما نمیدهیم. کجا میدهند؟ گرفتن از ما دین و دنیا رو، از ما گرفتن دیگه، دین و دنیایی نداریم ما. همون پیرمرد با 80 سال کلا سر ما گذاشت دیگه. ما ببین چقدر بدبختیم، خاک تو سر ما ملت. خواهش میکنم که لطفا از این اصطلاحات استفاده نکنید، از تعبیرهایی هم استفاده نکنید که به یک جامعه، به یک جمع اطلاق میشه. به صورت دیگه فرصتی هم نیست، ببخشید اونهایی که بهشون فرصت نرسید. امشب شب عجیبی بود، هم شب یلدا بود، مهمان خانه های شما شدیم در شبی که فلسفهش بر اینه کنار هم جمع بشن، از خوبی ها بگن، به همدیگه دلگرم و پشتگرم بشن برای غلبه بر سیاهی و ظلم و ناامیدی. شاید امشب هم که از این موضوع تلخ صحبت کردیم، شاید امیدوارم آخرین یلدایی باشه که چنین موضوعات تلخی رو برای فکر کردن بهش داریم. اگر هم نشد، اصلا یلدا به این خاطر مبارکه، چون با همیم به آینده بهتر فکر میکنیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار شما. این صدای آمریکاست.